ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. به گزارش رسانه ها روز جمعه یک توافق اولیه برای چگونگی اجرای توافق اتمی ژنو بین رژیم آخوندی و شش کشور بزرگ حاصل شده و قرار است دولت های 5 به علاوه 1 ظرف 2 روز آینده بگویند که آیا توافق را پذیرفتند یا خیر. اما آمریکا میگوید این گفتگوها هنوز نهایی نشده است. به گزارشی در این باره توجه کنید. بعد از جلسه روز جمعه عباس عراقچی به رویتر گفت طرف‌های مذاکره برای همه اختلافات راه حل پیدا کردند، اما قبل از اینکه توافق اعلام شود مشورت‌های بیشتری با پایتخت‌های کشورهای 5 به علاوه 1 نیاز است. او افزود اختلافات سیاسی و کارشناسی از طریق یک راه حل حل و فصل شدند که باید برای تایید به پایتخت‌ها برود. او افزود امیدوارم شنبه بتوانیم تایید این توافق را بگیریم که البته ممکن است تایید نشود. مایکل مان با اعلان این مطلب که برای همه اختلافات راه حل درآوردیم اظهار داشت تمام مسائل مربوطه پیشرفت‌هایی داشته است، اما اضافه کرد نتایج گفتگوها هنوز باید به وسیله مقامات ارشد به تایید برسد. عراقچی به خبرنگاران گفت قرار است وزرای خارجه شش کشور یک بیانیه در خصوص این توافق صادر کنند و اضافه کرد جلسات بعدی و بیشتری در سطح کارشناسی در حال حاضر برنامه‌ریزی نشده است. در واشنگتن اما خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه گفت گزارش‌های رسیده مبنی بر اینکه در مورد نحوه اجرای توافقنامه ژنو توافق شده است غیر دقیق است. در این هفته عراقچی و اشمید روی سه مسئله باقی مانده متمرکز بودند و از آنجایی که هلگا اشمید که کشورهای 5 به علاوه 1 را در این مذاکرات نمایندگی می‌کرد می‌خواست با این کشورها مرتباً مشورت کند، مذاکرات به طور متوالی قطع می‌شد. توافق اولیه خیلی روشن نیست، اما دو مقام رسمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند رژیم ایران بالاخره قبول کرده است از تأسیساتی که ادعا کرده بود از آن برای تحقیقات در غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند دست بردارد. منابع دیپلماتیک با این حال گفتند عدم توافق‌ها روی نسل جدید سانتریفیوژهای به کار گرفته شده توسط رژیم که به طور بالقوه به رژیم امکان غنی‌سازی سریع و در درجه بالا برای سلاح اتمی را می‌دهد می‌تواند یک مانع باشد تا توافق روز جمعه علناً و رسماً اعلام نشود. به نظر می‌رسد عدم توافق‌ها همچنین به این برگردد که وقتی رژیم ایران به تعهدات خود در قرارداد ژنو عمل کرد ظرف چه مدت زمان و با چه ترتیبی به دولت‌های 5 به علاوه 1 اطلاع داده می‌شود تا تحریم‌ها کاهش پیدا کند. عراقچی گفت سه مورد اختلاف بین رژیم و کشورهای 5 به علاوه 1 وجود دارند. او ضمن اینکه جزئیاتی از این اختلافات به دست نداد افزود اختلافات بر سر تحریم‌های اقتصادی هستند و به این معنی که رژیم خواستار آن است که همزمان با عمل به تعهداتش طبق توافق ژنو تحریم‌ها کاهش پیدا کنند. در همین حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع درباره دو روز مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 گفت تاکنون تمامی مشکلاتی که بر سر راه مذاکرات کارشناسی میان ایران و 5 به علاوه 1 وجود دارد مرتفع نشده و مذاکرات اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده است. وی افزود با وجود چند دور مذاکره تمامی گره‌ها باز نشده است. دو شرکت آمریکایی از تحویل کمپرسورهای خط لوله انتقال گاز توسط رژیم ایران به پاکستان خودداری کردند. به نوشته خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، منابع پاکستانی که از ساخت کمپرسورهای مورد نیاز برای پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان توسط دو شرکت آمریکایی به نام‌های جنرال الکتریک و زیمنز خبر داده بودند اعلام کردند این شرکت‌ها از تحویل دستگاه‌های مذکور خودداری می‌کنند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی بر سر راه تکمیل این خط لوله شده است. این رسانه حکومتی افزود کارشناسان حوزه انرژی معتقدند به رغم اعلام اخیر در مورد کاهش تحریم‌های رژیم ایران خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان همچنان با تحریم‌ها مواجه خواهد بود. به گزارش رویتر رژیم ایران و روسیه در حال گفتگو بر سر یک معامله نفتی پایاپای نفت در مقابل کالا هستند. بر اساس این معامله مسکو تا 500 هزار بشکه در روز از رژیم ایران نفت می‌خرد و در ازای آن کالا و تجهیزات می‌دهد. یک منبع روسی گفت پیشرفت‌های خوبی در حال حاضر صورت گرفته که بیانگر این است که شانس موفقیت بسیار زیادی برای این معامله وجود دارد. این منبع روسی گفت ما در حال گفتگو در مورد جزئیات و تاریخ امضای این معامله هستیم.
یک مقام ارشد رژیم ایران که خواست نام او برده نشود گفت تمایل ما این است این معامله را هر چه زودتر امضا کنیم. با توجه به اینکه روسیه یکی از صادرکنندگان نفت است، در واقع نفت ایران به حساب روسیه صادر می شود و در مقابل کالاهای روسیه به رژیم ایران داده می شود.